رفتن آقای ترامپ به عربستان و این به نوعی رایزنی ترامپ و عربستان در مقابله با ایران و صفکشی مسئله نظامی و این نوع مسائل و به گونه ای هشدار دادن یا خط نشون کشیدن و یا تهدید یا هر چی میخوایم نامش رو بذاریم برای ایران در عربستان رخ میده. عرب ها یک خرید 110 میلیاردی هم انجام میدن. اینها همه همزمان است با ریاست جمهوری ایران. نظرتون رو میخواستم بجا. بله، خب جدا از این قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری، قراردادهای دیگه هم هستش. مثلا 45 میلیارد دلار سعودی قرار هستش که در داخل امریکا سرمایه گذاری کنه و اگر این عددها رو با هم جمع بکنی چیزی به حدود 350 میلیارد دلار میرسه که در نوع خودش کم نظیره. البته خب جدا از مسئله که شما اشاره کردید، شرایط استیضاح یا زمینه های استیضاح آقای ترامپ در امریکا و خود سفر ایشون به خاورمیانه و به عربستان، این میتونه شرایط و مسیر رو کمی به عقب بندازه. ولی انگیزه اصلی سفر ترامپ به عربستان یه بخشش مسئله انگیزه اقتصادیه و برحال جدا از این مسئله ترامپ قرار بعد از عربستان به طرف اسرائیل بره و بعد از اسرائیل به طرف واتیکان بره. واقعیت هم اینه که عربستان احتیاج به این سفر ترامپ داشت که بتونه مورد پشتیبانی امریکا قرار بگیره برای اینکه مسئله جنگ یمن رو یه مقدار موجه جلوه بده و به اضافه اینکه بتونه مسائل جنگ نیابتی را یک پشتیبان داشته باشه تا با یک دید بازتری به مسئله نگاه کنه. خب در دیروز اگه اشتباه نگم ادعای از سران کشورهای خلیج به خلیج فارس چی گفتم من؟ شما فرمودین خلیج، میدونم شما قصدی ندارید ولی یه عده نشستن که به محض اینکه این اتفاق افتاد به من ایمیل کنن و تلفن، من پیشگیری کردم. بله کاملا درست میگید، خلیج فارس، تاکید میکنم خلیج فارس. به حال من یه مقدار کوتاه صحبت میکنم چون امروز سخن بسیار زیاده و باید به کلی آره بذار اینجا رو ببندیم سریع هر چه ممکنه. بله، به حال سفر سران کشورهای خلیج فارس به ریاض و گفتارها و دیدارهایی که با ترامپ داشتن، مثلا بحره قرار بر اینه که ارتباطاتش رو قوی تر بکنه. به هر حال تمام این مسائل هدف بر این هستش که بتونن به گونه ایران رو در انزوای بیشتری قرار بدن، ایران رو مهار بکنن و خب سفری هم که به اسرائیل داره اونم اهمیت زیادی داره به خاطر که اولا قرار دیوید فریدمن با عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل مطرح بشه و همچنین مسئله انتقال سفارت امریکا مطرح است. پس از اون سفر به واتیکان اهمیت زیاد داره چون قرار راجع به گفتگوی ادیان صحبت کنه و بعد از اونم راهی سیسیل میشه تا در نشست به 7 اقتصاد برتر دنیا شرکت.